رسول الله صلی الله علیه و سلم از خداوند میخواستن که خدایا به من کمک کن که همیشه بیاد تو باشم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک بعد از نماز این سفارش است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به معاذ ابن جبل داشتن به معاذ گفتن که این معاذ من تو را دوست دارم این نصیحتی بهت میکنه اینو فراموش نکن بهش عمل کن بعد از هر نماز این دعا را بکن بار لاها کمک کن به من یاری ده این یاری خواستن برای چیه در چه چی امری علا ذکری که که بیاد تو باشم میشه تو را شکر گویم و اینکه خوب عبادت کنم از خدا پس انسان باید کمک بخواهد کار ساده است اما اگر انسان خودشو عادت نده از خدا کمک نخواهد خیلی سخت است خیلی سخت است بیدن خاطر میبینید که امکان داره چقدر در شبکه های اجتماعی است اما اینکه بخواد قرآن بخونه ذکر خدا بگوید خیلی سخت است این برمیگرده به همطور که امام غزالی رحمت الله علیه در کتاب احیاء علم الدینش بحث قشنگی میاره میگه کسانی که خدا را ذکر میکنند خدا را چون دوست دارند خدا را زیاد یاد میکنند بعد میگه این یک قاعده کلی است در بین بشر که هر کس هر چی را دوست داره همیشه در فکرش هست در ذهنش هست یه مثالی میزنه امام غزالی رحمت الله میگه وقتی رفت توی مجلسی مجلس بزرگی است ها انسانانش گروه های زیادی هستند خب معمولاً شما در مجالس دیدید هر کس که همکار همدیگه، هم شغل همدیگه هستند بیشتر با همدیگه صحبت میکنن در مورد شغلشون این یکی بعد هر کدام هم دوست دارد که در مورد شغل شغل و حرفه خودش صحبت کنه حرف بزنه مثالی که امام غزالی میزنه میگیم مثلا نجار وقتی ما توی مجلسی نگاه میکنه به دروازه این در از چی درست شده چون تخصصش هست دیگه اونی که خیاط هست پارچه فروش هست نگاه میکنه به در و دیوار و پرده هایی که آویزان هست اونی که اساسو میفروشه فروش مبلمان داره نگاه میکنه به مبلها اونی که عالی فروشه نگاه میکنه به غالی کسی که معمار هست کسی که بنا هست هر کی با تخصص خودش این قضیه نگاه میکنه همیشه در فکر این هستن چون میگه این مهنتشونه این شغلشونه بعض این شغل خودشون خوششون میاد